در جلسه قبل ما با چک آشنا شدیم، یعنی یاد گرفتیم که چطور میتونیم محدودیت چک رو روی فیلدهای خودمون استفاده کنیم. توی این جلسه میخوایم با دیفالت آشنا بشیم. با استفاده از محدودیت دیفالت من میتونم بیام و مشخص کنم که محتوای پیش‌فرض یکی از فیلدها چی میتونه باشه. یعنی کاربر زمانی که بیاد و اون ریکورد رو خالی بذاره ازش رد شه، اون به صورت پیش‌فرض خودش پر میشه. مثلا من میخوام بیام و یک فیلدی رو ایجاد کنم بعد از ادرس به نام کانتری. نوعش رو همینطوری در نظر میگیرم و در انتها مینویسم که دیفالتی که براش در نظر گرفتم رو داخل کوتیشن میذارم و میگم که هر زمان این خالی گذاشته شد تو نام ایران رو بیار. میام و این رو سیو میکنم. این رو از این قسمت اول میتونیم دیلیت کنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم اگزیکیوت رو بزنیم. تیبل خودم رو رفرش میکنم و در اینجا دیبی کاستومرم رو میبینم. خب من میتونم بیام اینجا و ادیت تاپم رو در نظر بگیرم. شما میبینید که قسمت کانتری بهش اضافه شده. خب من میتونم وارد کنم اسم ها، مثلا علی علوی، سنش 30 سال، آدرس ایران، تهران. فیلد کانتری رو خالی بذارم و شهر رو هم بذارم تهران. بعد از این که من وارد فیلد بعدیم شدم، ببینید که به صورت پیش‌فرض کانتری من پر شد. اگر توی قسمت کانتری هیچ چیز رو وارد نکنیم و از اون رد شین که پیش‌فرض برای شما ایران میاد. در غیر این صورت شما میتونین اون کشوری که توش قرار دارین رو بنویسید. یعنی مثلا شما میتونین بنویسید که مریم قادری سن 24 سال و توی کشور کره در ادامه شهرتون رو پر کنید. توی این جلسه ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم از دیفالت استفاده کنیم. در جلسه بعد میخواییم شما رو با ایندکس ها آشنا کنیم.